سلام سلام، من زئوس هستم، آره، خدای خدایان. در کلیپ قبلی، یعنی کلیپ 243، از آنتروپی گفتیم که آنتروپی بی نظمی است و طبیعت به طور طبیعی در جهت افزایش بی نظمی حرکت میکنه. بگذارید مثالی بزنم. در آب شور میزان غلظت نمک بالا هست و تجمع مولکول های نمک در اون نظم محسوب میشه. طبیعت تلاش میکنه این مولکول های نمک رو تا حد امکان از همدیگه دور کنه. وقتی آب شور در مجاورت آب شیرین قرار میگیره، طبق اصل آنتروپی مولکول های نمک در آب شیرین پخش میشه و آب شور به درون آب شیرین نفوذ میکنه تا آنتروپی یا بی‌نظمی افزایش پیدا کنه. این یک اصل علمی فیزیک هست که استثنا هم نداره. اگه یکی از این خداها در چند تا از آیات خودش احیاناً گفت که آب شور و شیرین در مجاورت هم مخلوط نمیشن، بدونید که از بیسوادیش هست. اصولاً یک مسلمون یا باید قرآن نخونه یا فیزیک ندونه، یا قرآن بخونه اما باور نکنه، یا فیزیک بدونه ولی قبول نکنه. خلاصه قرآن با اصول علمی فیزیک جور نیست، یکیشون غلط میگند. در کلیپ قبلی سؤالی رو مطرح کردیم، گفتیم که فرگشت پیچیده شدن جاندار هست و نظم بیشتر هست، در حالی که طبیعت تمایل به بی نظمی داره. پس چرا فرگشت به طور طبیعی رخ داده؟ دوستی گفته بود که در علم نمیپرسند چرا اتفاق افتاد. درسته، اما اینجا منظور از چرا هدف فرگشت نیست، بلکه منظور اینه که چطور ممکنه که فرگشت به طور طبیعی رخ بده و موجب افزایش نظم بشه. آیا ممکن هست که در جای دیگه ای از یک سیستم نظم افزایش پیدا کنه خود به خود به طور طبیعی همینجوری؟ خب بله، این فقط مخصوص فرگشت نیست، در جاهای دیگه یه طبیعت هم رخ میده. مثلا چرخه آب رو در نظر بگیرید. آب اقیانوس تبخیر میشه، میره آسمون، ابر میشه، بارون میشه، بر کوه و دشت جاری میشه، باز بر میگرده توی اقیانوس دیگه. اگه نیمی از این چرخ افزایش بی نظمی است، پس حتما اون نیمه دیگه افزایش نظم دیگه. تبدیل آب به بخار بی نظمیه، قبول، اما خب بعد که اون بخار دوباره به آب تبدیل شد میشه افزایش نظم. پس افزایش نظم هم ممکن هست، اما داره از بیرون از خورشید انرژی میگیره. در کلیپ شماره 207 علم شیمی و انتخاب طبیعی اشاره کردیم که چطور در یک تعادل شیمیایی به طور طبیعی تعادل در جهت سازگاری با محیط پیش میره، درست مثل انتخاب طبیعی در فرگشت. و گفتیم که واکنش های شیمیایی اگه با آزاد کردن گرما همراه باشه، یعنی اگه گرماده باشه، واکنش به طور طبیعی خودش پیش میره. امروز میخوام بگم اون تمایل به افزایش بی نظمی در فیزیک و این تمایل به آزاد کردن گرما در شیمی در حقیقت یک چیز هستند که به دو زبان مطرح میشن، یعنی تمایل به کاهش آنتالپی در واقع همون تمایل به افزایش آنتروپی است. تجمع انرژی خودش نظم محسوب میشه و در یک واکنش آزاد کردن انرژی به صورت گرما در واقع همون افزایش بی نظمی هست. در یک واکنش شیمیایی گرماده انرژی بین پیوندهای مولکول ها به صورت گرما آزاد میشه. اصولا گرما بی نظم ترین شکل انرژی هست و طبیعت دوست داره که همه انرژی ها رو به گرما تبدیل کنه و اون گرما رو در همه جا پخش کنه. اون میشه اند بی نظمی جهان. گرما چیه؟ گرما اون بخشی از انرژی ماده هست که در حال گذر هست، یک جا نمیمونه. اما در یک واکنش گرماگیر چطور؟ چرا باید یک واکنش انرژی گرمایی رو به انرژی های دیگه تبدیل کنه؟ خب طبیعت نمیخواد که یک واکنش گرماگیر صورت بگیره. اما شما مثلا گرمای زیادی بهش دادید، خب تحمل گرما خودش نظم هست، اون دوست داره گرما رو پخش کنه، دور کنه، نه اینکه مقدار زیادی گرما تحمل کنه.
برای همین در تحت فشار گرمای زیاد، برای اینکه از بار تحمل انرژی گرما خلاص بشه، چاره‌ای نداره جز اینکه بخشی از گرما رو در واکنش مصرف کنه. درسته که مصرف گرما و تبدیل اون به انرژی های دیگه نظم بیشتر هست، اما سیستم اون وسط تن به این نظم میده تا بلکه از فشارهای گرمای اطراف کم کنه، یعنی بی نظمی اطراف رو افزایش بده. در مجموع باز انتروپی افزایش پیدا میکنه. تا اینجا جواب اون سوال کلیپ قبل رو گفته ایم. در واقع این افزایش نظم درون با کاهش انرژی اطراف و بی نظمی بیشتر اطراف سلول همراه است. یعنی فرگشت نه تنها برخلاف اصل انتروپی نیست، بلکه در جهت افزایش انتروپی اتفاق افتاده. اما شاید اهمیت افزایش انتروپی در فرگشت بیش از این حرفا باشه. در مناطق آتش فشانی گرما و فشار خیلی زیاده و کربن ها فشرده میشن و همونطور که گفتیم برای افزایش انتروپی گرما رو در پیوند مولکولی مصرف میکنند و طی میلیون ها سال الماس رو میسازند که سخت‌ترین جسم طبیعی هست. آرنه اولیه هم به طریق مشابه تشکیل شده برای افزایش انتروپی. همین الان کار سلول های گیاهی اصلا همینه که برای افزایش انتروپی انرژی زیاد خورشید رو در ترکیبات مصرف کنه. اما فرق الماس با گیاه در چیه؟ در تکثیر هست. الماس فقط انرژی گرمایی رو در پیوند مولکول ها جمع می کنه، اما طبیعت می خواست انرژی گرما رو پخش کنه. بهترین روش برای پخش انرژی گرما تکثیر هست. ما هنوز وارد بحث حیات و موجود زنده نشدیم ها؟ به گفته یه سایت علمی کوانتا مگزین، تکثیر در موجودات غیر زنده هم دیده میشه. طبق تحقیقات فیلیپ مارکوس از دانشگاه برکلی، گردابه ها در مایعات آشفته در تنش با دیگر مایعات مدام انرژی می گیرند و خود به خود خودشون رو تکثیر می کنند تا موجب پخش انرژی خودشون بشن. این دقیقا همون رفتار فیزیکی هست که ما در سلول می بینیم و نام اون رو حیات می گذاریم. کسب انرژی و حرکت و تکثیر. از نگاه فیزیک فرقی بین جاندار و غیر جاندار نیست. همه پدیده هایی هستند فیزیکی که بر اساس نیرو و انرژی و اصل انتروپی و قوانین دیگه فیزیک کار میکنند بدون استثنا. نگاه زیست شناسی از جور دیگه ای پدیده ها رو مشاهده میکنه. موجودات به جاندار و غیر جاندار تقسیم میشن، به هوشمند و غیر هوشمند تقسیم میشن، در حالی که همچنان همشون طبق قوانین فیزیک هستند. دکتر جرمی انگلند، دکترای فیزیک از دانشگاه استنفورد و محقق در دانشگاه MIT، فرضیه ای رو مطرح کرده که طبق اون فیزیک میتونه هم منشأ حیات رو توضیح بده و هم روند فرگشت رو پیش بینی کنه. Maybe what we should just talk about is imagining the number of different ways that something can happen. بر اساس همین اصل انتروپی و تمایل طبیعت برای پخش کردن انرژی، او معتقده که پیدایش حیات و روند فرگشت چندان بر پایه شانس و اقبال نیست، بلکه طبق اصل انتروپی در شرایط مناسب قابل پیش بینی هست. فیسبوک من رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.